16 سال طول کشید تا مردم کرمانشاه این صدا را از نزدیک بشنوند. روی این حساب میتوان به مجریان حق داد که خوشحال باشند و عکس یادگاری بگیرند. خبری خوب هم برای مردم استان کرمانشاه هم استانهای همسایه مثل ایلام. همه آنها روی امثال این قطار به ویژه برای سفر به مشهد حساب باز کردند. این مسیر از ملایر تا کرمانشاه شامل 8 ایستگاهه که 2 ایستگاه تشکیلاتی داره. ایستگاه کرمانشاه جزء بزرگترین ایستگاه‌های تشکیلاتی انتها بسته کشور میشه. غیر از زمان، راه آهن غرب روی زمین هم پیچیدگی‌های زیادی را تا رسیدن به کرمانشاه پشت سر گذاشت. امنی مهم این پروژه شامل 5 دستگاه تونل به طول حدود 3 کیلومتر و همچنین 7 دستگاه پل رودخانه‌ای. تمام بخش فنی و اجراییش از داخل استفاده شده. آنچه به راه آهن غرب معروف شده از عراق آغاز می شود و به مرز خسروی می رسد در 3 مرحله تا ملایر سال 90 به بهره برداری رسید و امروز که به کرمانشاه رسیده است. رکوردهای خیلی خوبی زده شد. طی 6 ماه ما بیش از 110 کیلومتر عملیات ریل‌گذاری داشتیم که خودش در کشور بی‌نظیر است. اما آنچه راه آهن غرب را به یکی از مهمترین خطوط ریلی ایران تبدیل کرده مرحله سوم پروژه است، کرمانشاه به خسروی. دو تا کوریدور رو اتحادیه بین المللی راهنها، کوریدور شمال به جنوب و کوریدور شرق به غرب رو در کشور ما تایید کرده که کوریدور شرق به غرب ما در واقع اتصال کرمانشاه هست به مرز خسروی به کشور عراق. راه آهن غرب وقتی به مرز خسروی برسد یکی از مهمترین خطوط ریلی بین المللی تکمیل می شود. آنچه به خط ریلی ابریشم معروف است و شرق آسیا را به دریای مدیترانه متصل می کند. قطعه ای که از کرمانشاه به سمت خسروی هست مشکلات قراردادش خوشبختانه مرتفع شده و کارگاه فعال شده. این پروژه حدود 30% پیشرفت فیزیکی داره همکنون و الان تا کیلومتر 120 که اولوش ایستگاه اسلام آباد واقع میشه پروژه فعال است. حالا همه امیدوارند که احداث مرحله آخر راه آهن غرب از نظر طول زمان اجرا شباهت زیادی به مراحل قبلی نداشته باشد. مجریان معتقدند اهداف بزرگ اقتصادی که برای راه آهن غرب در نظر گرفته شده وقتی به طور واقعی محقق می شود که این پروژه به مرز خسروی رسیده باشد.